عبدالرب رسول سیاف، رهبر جهادی و سابق کاندیدر ریاست جمهوری میگوید که تغییر استراتژی و سیاست‌های افغانستان در برابر کشورهای منطقه و جهان البته بدون مشوره مردم این کشور تصرف و دیکتاتوری است. رهبران جهادی 26مین سال روز خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان را در یک گرد همایی امروز در کابل جشن گرفتند. عبدالرب رسول سیاف در این گرد همایی گفت که پس از این دولت باید مردم افغانستان را در قضایای ملی، در هنگام تصمیم گیری ها، در جریان گذاشته و در غیر آن تکرار چنین عمل پذیرفتنی نیست. این رهبر جهادی حکومت کنونی را دستاورد مجاهدین دانسته، افزود که پس از این رهبران جهادی موقفشان را اما هنگ و یکسان در مسائل ملی اعلام خواهند کرد. عبدالرب رسول سیاف میگوید که داعش برای بدنام کردن چهره اسلام و در جهان به میان آمده است. به گفته ای وی داعش و طالب از یک آدرس فرمان به دست می آورند. قضایای ملی باید به فیصله ملت پیش برده شد. مسئله صلح و جنگ قضیه ملی است. تغییر در استراتژی ملک به ارتباط روابط و سیاست خارجیش مربوط به کل ملت است. خوب است که صلاح الدین جان ششته نماینده مجاهدین در حکومت. آقای سیاف از حکومت می خواهد تا با جاسوسان کشورهای دیگر خوشرفتاری نکند و می گوید که بسیاری از اعلامیه های ملا عمر در وزیر محمد اکبر خان کابل چاپ می شوند و اسناد موثق از این موضوع در اختیار دارد. این رهبران جهادی هشدار می دهند که پس از این نباید رهبران جهادی را نادیده گرفت. در این حال محمد اسماعیل، یکی از رهبران جهادی دیگر و سابق وزیر انرژی و آب، از بلند شدن سر و صداهای داعش صحبت کرد و بیان داشت که داعش دشمنان اسلام است و در برابر آن مردم افغانستان مبارزه جدی خواهند کرد. رهبران و قماندانان و فرماندهان عزیز و رهبران عزیز، می خواهیم که یک بار دیگر جمع شوند. جمع شوین و دست وحدت و برادری و همبستگی بدیم. نگذاریم که تشویش ملت ما بیشتر بگردد. نگذاریم که دشمنان سرزمین جسور گردند. در این حال ریاست جمهوری با نشر اعلامیه 26مین سال روز پیروزی مجاهدین در برابر روسیه سابق یا اتحاد جماهیر شوروی سابق را تبریک گفت. در این اعلامیه آمده که رئیس جمهور محمد اشرف غنی این روز را یک روز تاریخی برای افغان ها میداند. حال هم نظر می افکنیم بر نظریات و واکنش مردم عام در برابر سال روز خروج قوای شوروی سابق از کشورشان. روسا داخل افغانستان شدند، تا وقتی بود که اینا را سر صدا شد که به کمک آمدند، بعد از او اینا اشغالگر معرفی شدند. اشغالگر که معرفی شدند، ما در مقابلشون جبه گرفتیم دیگه، جهاد کردیم. همه مسلمانان الله اکبر گفتن و به می نام الله اکبر روز خاموشانه شکست خورد، بند بار رو خگرفتن رفتن، دقیقه خود دیگه مخاطره نداریم. تجاوز روس در بی اتفاقی، عدم وحدت، نبود امنیت، همه این چیزها آثاری هست که از زمان تجاوز روس تا به امروز به یادگار مانده.